در رابطه با هر چی که تو این دنیا بگی، هزاران تئوری توته وجود داره. به قدری تئوری‌های مختلف میاد که اون تئوری واقعی هم بی‌معنی میشه. یکی از معروف‌ترین تئوری‌های توته اینه که کره زمین صافه، که ویدیوش هم ساختیم. یک تئوری دیگه میگه رفتن به ماه دروغه. یا تئوری‌های دیگه. اما امروز می‌خوایم درباره یک تئوری توته صحبت کنیم که خیلی هم طرفدار داره. سیاره اکس یا نبیرو. این تئوری از سال 1976 با یک کتاب شروع شده. کتاب The 12th Planet یا 12th سیاره که توسط زخاریا سیچین نوشته شد. زخاریا تو این کتاب نوشته که نبیرو یک سیاره است که دور خورشید ما میچرخه و هر بار که میخواد دور خورشید بچرخه 3600 سال طول میکشه. این کتابو کسی اهمیت نمیداد تا اینکه در سال 1996، یعنی 20 سال بعد از نوشته شدن کتاب، نانسی لیدر ایده توی این کتابو معروف کرد. خانم نانسی لیدر خودش هم یک تئوری توته است. ایشون معتقده که با آدم فضایی ها ملاقات کرده و همیشه بهش پیغام میدن. اون میگه آدم فضایی‌ها به من گفتن یک وبسایت درست کن به اسم زیتا تاک و درباره این مسائل حرف بزنی. بالاخره این خانم باعث شد که تئوری داخل این کتاب جهانی بشه. این خانم تا سال 1993 یک کارمند ساده بود و هیچ شهرتی نداشت. خیالات فضایی و آدم فضایی تو سرش نبود. اما در سال 1993 به یک باره آدم فضایی ها اومدن با ایشون ملاقات کردن. یک چیز جالب اینه که این خانم سالها قبل از سال 2012 مدعی بود که در سال 2012 دنیا نابود میشه. چطوری نابود میشه؟ همون سیاره نبیرو وارد جو میشه و خودشو میکوبه به زمین. و وقتی میپرسن تو اینا کجا میدونی؟ میگه آدم فضایی ها به من گفتن. بعد پرسیدن 2012 را کجا آوردی؟ گفت برای اینکه تقویم مایه ها در سال 2012 تموم میشه. ناسا همون موقع گفت این تقویم تموم نمیشه، بلکه سال 2012 تموم میشه، نه اینکه دنیا تموم میشه. یه جورایی مثل اینکه سال 2020 تموم میشه، وارد 2021 میشیم و یک تقویم جدید میخوان. بعدم ناسا گفتش که اگرم یه همچین سیاره‌ای به طرف زمین بیاد، نه تنها ما میتونیم قشنگ ببینیمش، بلکه هر کس هم تلسکوپ داشته باشه میتونه ببینه. ناسا یک تئوری دیگه داره که میگه 70,000 سال پیش یک منظومه که یک ستاره وسطش بوده با سیارات دورش از نزدیکی سامانه خورشیدی رد شدن و رفتن. هیچ برخوردی هم صورت نگرفته. اون سامانه‌ای که از نزدیک زمین رد شده الان اینجاست. 17 سال نوری از ما فاصله گرفته و برای همینه که ناسا پیش بینی میکنه 70,000 سال پیش این سامانه از اینجا عبور کرده. حالا که در مورد تئوری‌های توته صحبت می‌کنیم، خوبه که این آقا رو بشناسیم. دیوید مید. اونایی که میگن ناسا یک سیاره رو قایم کرده، به حرفای ایشون هم خیلی گوش میدن. ایشون نویسنده یک کتابه به نام Planet X The 2017 Arrival، یعنی سیاره X 2017 وارد میشه. ایشون مدعیه که یک ستاره شناسه و مدرکش هم از دانشگاه لویویل گرفته. اما دانشگاه لویویل تکذیب میکنه و میگه ما هیچ موقع همچین دانشجویی نداشتیم. این قضیه هم خودش یک تئوری توته ساخته، یعنی اون دانشگاه داره دروغ میگه. دیوید مید در سال 2016 با اعتماد به نفس خیلی بالا میگفت در اکتبر 2017 یک سیاره نامرئی که همون سیاره اکسه میخوره به زمین.
وقتی اکتبر 2017 شد و هیچ سیاره‌ای به زمین برخورد نکرد، ازش پرسیدن پس چی شد این پیش بینید؟ گفت شما اشتباه برداشت کردین. منظور من چیز دیگه بود. من منظورم این بود که خود ما خودمونو با جنگ اتمی از بین میبریم. ایشون از رو نرفت و گفت تاریخ بعدی تعیین شده، بین می تا دسامبر 2018. این بار که تاریخ گذشت و خبری نشد، دیگه طرفداران تئوری توته هیچ کدوم به این اهمیت ندادن. با زایه شدن خانم نانسی لیدر و آقای دیوید مید، تئوری‌های توته درباره سیاره اکس تموم نشد. خیلی‌ها تو دنیا هستن که هنوز اینو باور دارن. ناسا میگه ما روزی صدها ایمیل میگیریم که آدم‌های مختلف میگن این سیاره رو شما قایم کردین. بیشتر بچه‌های بین 11 ساله و 18 ساله. یک آدم هست که سالها ایمیل میده. روزی 5 تا ایمیل میگن میگیریم از این. همش هم میگه سیاره رو آزاد کنین که ما ببینیمش. کسانی که تو ستاره شناسی دستی دارن میگن این تئوری رو کسانی ساخته و پرداخته میکنن که هیچ سررشته‌ای از ستاره و فضا ندارن و در اصل هیچ مطالعه علمی هم در این مورد ندارن. اما اینها دلیل نمیشه که تئوری سیاره اکس تموم شده باشه. این تئوری کماکان وجود داره. اکس در عدد نویسی رومی یعنی 10. برای این به این میگن سیاره اکس چون دهمین سیاره بوده، یعنی آخرین سیاره در سامانه خورشیدی بعد از پلوتون. اگر ویدیوی پلوتون رو دیده باشین میدونید که اون لقب سیاره بودن رو از دست داده و شده کوتوله. برای همین این سیاره اکس که به گفته طرفداران تئوری توته بعد از پلوتون قرار گرفته، الان دیگه سیاره دهم نیست، بلکه میشه سیاره نهم. اونها معتقدن ناسا این سیاره نهم رو مخفی کرده و نمیخواد بذاره مردم دنیا از اون مطلع بشن. برای این هم روزانه ده ها ایمیل میاد ناسا. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید سیاره رو برداشتن قایم کردن؟ دلیلش چیه؟ راهش هم دوره، اصلا نمیشه بریم ببینیم. انتهای سامانه خورشیدی یعنی بیشتر از 4.8 میلیارد کیلومتر.